من معذرت میخوام، به چی دزدیدن از شما؟ استاد، حلقه ازدواجم. دیشب قبل از اینکه بخوابم دستم بود، صبح که بلند شدم دیدم نیست. آخی بمیرم. بله خب دکتر، اگه موافق هستین شروع بفرمایید. بله. چشما رو ببندیم. بله لطف ببندیم تا بهتر بخونیم. بله بفرمایید. چشما رو باز تمرکز کامل داشته باشید. مادر جوان بله اجازه بدیم. معذرت میخوام، حلقتون اینه؟ بفهم باز کن. بله باز بفهم. بفهم این نیست، ولی یه چیز شبیه همین بود. بله خب، حالا شبیه دیگه، بذار انگشت برو حالشو ببر. بله دیگه، اگه موافق باشین همزادشون رو احضار بفرمایید که دست از سر ایشون بذار. مذارت میخوام یک چیز دیگر اینجا هست. مذارت میخوام اینم مال شما؟ نه مال من نیست. مال شما نیست. بله بگیرینو، برو آبشو بگیرینو. ای از این بر برو. ببخشید یه لحظه معطل میشین. شرمان بله دست شما در نه. خب دکتر دیگه اگه بله موافق باشین بله. همزاد اینش ایلام بله. ایشونو احضار بفرمایید. بله مثل این که اجازه بدید یه چیز دیگه هم هست. بله معذرت میخوام این مال شما؟ خیر استاد مال شما نیست. بله اینم بذارین یه گوشه ای صاحبش پیدا میشه بالاخره. بله مادر جان. باز افتاده به چاخان کردن شست چی؟ نه جدی عرض میکنم، بنده در اون رمالی و جادوگری و اینا داشتم خیلی پیشرفت میکردم، شما نذاشتید. نه چیز نه، یعنی خودم نخواستم چیز، یعنی اشتباه شد که یعنی اصلا نباید واردش میشدم، یعنی همون از خاک تو سر من. بفرمایید. ببینید آقای دکتر، یه گردنبند مروارید سرج بود. بله. که زنجیرش هم از طلاست. بله. یادگار مادر خدا بیامرزم، خیلی هم گرون قیمته، برای منم خیلی عزیزه. باید یکی از آشناهای شما اینجا تشریف داشته باشن، داخل آینه رو ببینن. باید کودک نابالغ باشن. خب من پسرم هست. تشریف آوردم. بله. اشکان جان کجایی؟ بیا بفرمایید. بیا اینجا عزیزم،
بیا بشین کنار آقای دکتر، هر چی که میگه گوش کن، بشین ببینم. آفرین. بله معذرت میخوام، ایشون که وقت زنگ گرفتنش هست که بچه هست آقای دکتر، بچه. آخه باریکلا باریکلا. الان پسرم من توی آینه، یعنی شما هرچی که توی آینه میبینین باید به بنده بگین، الان فهمیدین؟ اجازه بدین یه لحظه. مادر جان، بله شما بفرمایید که الان چی چی میبینی؟ بازی لیورپول و منچستره. این بعد درست سر جای خودشون ایشون تنظیم شد. الان چی میبینی؟ یه فیلم کاراتهیه، من این فیلم دارم. آهان تو ببخشید، نه این چیزه، یه مقدار این تنظیمش باید. الان شما چی میبینین؟ تشبیه جلو ببین، باباست، عکس بابا افتاده. بله باباشون هستن ایشون. بله بله میدونستم، از اولش هم میدونستم کار کار خوده. بمیرم بمیرم بابا. آخه بله. به جز تو کی میتونه بره سر گاف صندوق من؟ چرا مزخرف میگی مردک؟ جز کدومه؟ خب معلومه آینه رو به طرف من گرفته، تصویر من میافته توش. انتظار داره عکس یا کروکودیل رو توش ببینی؟ از اولش هم من بهش شک داشتم، میدونستم کار خودشه، مشکوک بودم. شما هم داری مزخرف میگی خانم؟ چه حرفی بعد از این همه سال زندگی تازه من شدم دوست؟ ببین این دوستایی ما که الان باهاشون آشنا میشی با بقیه مشتری ها فرق میکنن. میخوام یه کارایی بکنی که تعجب بکنن. خب معذرت میخوام، قراره به خواستگار براشون بیان؟ نه من فقط میخوام روی این دوتا رو کم بکنم. هرچی من از انرژی شما تعریف میکنم اینا باور نمیکنن. خب میخواین از توی اون تشت براشون تریلی 18 چرخ درارم؟ نه من میخوام همون برنامه تونی که از روز زمین بلند میشین رو براشون اجرا کنم. آها یعنی تشریف ببرن هوا. بعد اون که اصلا کار سه سوته. بفرمایی خواهش میکنم. بفرمایی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ یاسمن جون، نسترن جون. بله خیلی خوشبختین. بله خیلی خوش آمد. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. من تعریف شما انرژیاتون رو خیلی شنیدم از حال جون. بله به هر حال خوشحالیم. بله خواهش میکنم. ببخشید ما میتونیم جسارتاً با یه مقدار از توانایی شما آشنا بشیم؟ میخواین تشریف ببرین هوا؟ من از ارتفاع میترسم. آها شما نمیخواین، شما شما بفرمان اونجا روی زمین بشینین تا تشریف ببرین بعدش هوا. بله بفرمین بفرمین. شما باید چشماتون رو ببندین بی زحمت. بله همچین کنین. بله بر چشماتون رو ببندین و این صدایی که من عرض میکنم رو بفرمایین. بله. اگه اشکال نداره بر بفرمایین. به به خیلی به به رو شما لازم شده همین فقط اون. بله بفرمایین. معذرت میخوام دوستتون رو ببینید. بله بله اونجا تشریف دارن. بله 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 این من معذرت میخوام. بله شما میدونین که بنده رو وقتی جو میگیره دیگه هیچی جلو دارم نیست. احضار ارواح؟ آره دیگه نمیدونم اسمش چی میذاری، احضار روحه والا هر چیز دیگه ای که هستش. فقط میخوام این دکترتون یه سیرک حسابی را بندازه تو خونه. اومده جلو اصل قضیه چی؟ چی به جون پرویز؟ فقط ببین یه چند تا شبح و روح و اینا تو خونه داریم، میخوام اونا رو بگیریمشون. میفهمید اینا تو خونه؟ خونه یعنی خونه شما؟ آره تو که خونه نداری، داماد سر خونه. کفته. خب خونه جرا خونه جرا خونه ما هم میشه دیگه. خب آره خب بله بله. از رئیستون اجازه گرفتیم؟ رئیسمون نسترن رو میگی؟ آره البته چیزه، اون با خواهرش تو جناب پیش آقای دکتر در خدمتشون هستم. فکر فقط یه چیزی، اگه آقای دکتر کارش درست انجام بده پول اساسی گیرتون میاد. فقط هیچ کس نه بفهم من با تو آشنا میفهم که خیلی آشنایت دارمت. خیلی ببین دکترم نباید بفهمه که جریان چیه.
نه فکر کنه که تمام کارها رو خودش انجام میده. ببین ارواحی برات احضار میکنم، ارواحی برات احضار میکنم که دندونات بیاد تو دهنت. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ خوبم، شما چطوری؟ تشکر. پاورچین جان، بله، من شام یه مقدار زیاد خوردم، گفتم در هوای آزاد یک قدمی بزنم. بله، اصلا بیرون نرو، هوا خیلی سرد. بیچاره سرد هست، اتفاقا بسیار هوای لطیف. سلام علیکم، خوب هستین؟ هیچی، دو کیجون داشتن تشریف میبردن. زنگ بزنین صدا بگه این مربی کلا برداره رو هستش، قلابیه گیرش انداخت. سریع شما عصبانی نشید مادام، شما بفرمایید یه مقدار منطقی تر تشریف دارین. حالا خانم شما بفرمایین، اصلا براش اجازه بدین من یک اعترافی بکنم. من اصلا کلن از این چیزا میترسم. چی میترسی؟ بابا قضیه رو بهش بگید، بنده خدا میترسه دیگه. بله خب بفرمایید. ببین دوکی جون، اصلا روح و موهی حرفا در کار نیست، خیالت راحت بشه. معذرت میخوام، یعنی چی؟ ارباح تشریف نمیارن؟ چرا تشریف میارن، هم از بر بچه خودمونن دیگه. معذرت میخوام، از بر بچه خودمونن یعنی چی؟ نمیفهمم. ببین جان، شما با حاله میری اونجا؟ بله بله. حاله کمکت میکنه مراسم اجرا کنه. بله بله. به وقتش دو سه تا از برای بچه خودم از گوشه کنار ظاهر میشن، شروع میکنن سر صدا راه انداختن. بله. اونا میترسن اما شما تفریح میکنید. من معذرت میخوام، اصلا من با این تفریحات هم خیلی میانه خوبی ندارم. بنده کودک بودم، بنده رو بردن یک بار شهر بازی در تونل وحشت، بنده سه روز بیمارستان بستری بودم بعدش. بله، حالا بعدش چی میشه؟ چیزی نمیشه. بله. تو فقط میگی ارواحی که توی خونه هستن ارواح خبیثه هستن. بله. و باید شما خونه رو سریع تخلیه کنید. همین. یعنی ما باید سریع خونه رو تخلیه کنیم؟ خیلی خنگی دکتر، اونا باید خونه رو تخلیه کنن. بله، خب این همه دنگ و فنگ لازم نیست. الان میگن سه روزه حکم تخلیه میدن، شما قانونی اقدام بفرمایید. بجا اصلا تخلیه رو فراموش کن، از فکر بیارش بیرون. بله بله بله. یه کلام بهشون میگی که بله، این خونه دیگه جای زندگی کردن برای شما نیست. بفروشی زودتر بریم. آهام، فهم گرفتم الان چی شد. به اونا یعنی اینجور؟ بله، عرض کنم که یک مطلب کوچکی فقط این وسط میمونه. بنده عرض کنم مزبخ خواهم کنم کمیسیونی این وسط تعلق میگیره به بنده، یعنی کمیسیون میخواه؟ بله دیگه، شما الان به دفتر فروش و خرید املاک هم مراجعه بفرمایید، برای فروش ملک یک کمیسیونی میگیرن از دو طرف. بله، زنگ بزنید جان. زنگ بزنید سریع، زنگ بزنید. اگه تو بتونی اون برنامه رو خوب اجرا کنی و اونا رو قانع کنی که خونه رو بفروشن، بله بله، من 5 میلیون بهت میدم. مجرد میخوام 5 میلیون تومن فکر کنم. بله بله بله، تشکر. نه اصلا مسئله نیست، فقط من یک بار دیگه با هم چک کنیم. فرمودین این ارواحی که تشریف میارن اونجا از برا بچه های خودمونن؟ ببینم، یعنی تو به همین راحتی قبول کردی که احضار ارواح کنی؟ معذرت میخوام، اشتباه نفرمایین، احضار ارواح اصلا کار راحتی نیست. باید مدیوم باشی، یعنی اسمال باشی نمیان، لارجم باشی در میرن. اینقدر با کلمات بازی نکن، سوال منو جواب بده. بفرمی. تو اصلا چطور جرأت کردی کاری که بلد نیستی و نمیدونی به چه نیتی انجام بدی؟ ها؟ عرض کنم که پرویز خان بنده رو مجبور کردن. من هی به ایشون گفتم بنده از روح و احضار ارواح میترسم، ایشون بنده رو مجبور کرد. بله. خب نظرتون چیه پدر جان؟ ها؟ نظر من همینه که گفتم. آخه ولی پدر جان، پیشنهادشون خیلی پیشنهاد خوبیه. آخه کی خونه رو به این قیمت میخره؟ من 3 میلیارد تومان خیلی پوله. خب نمیفروشم، اگر 100 میلیارد هم بخرن من نمیفروشم. یعنی اونا اجازه نمیدن که من بفروشم. اونا کیان؟ اونا اینجا زندگی میکنن ولی شما اونا رو نمیبینی. اونا کیان آقا جون؟ همین یک دقیقه پیش هم یکی از اونا پشت سر تو بایستادم. میشه از اونا بپرسیم مشکلشون با فروش این خونه چیه؟ اگر خونه رو بفروشن اونا خرابش میکنن، اونا قاماره میشن. خب ما هم بهشون پیشنهاد میدیم که تشریف بیارن منظره جدیدتر، یه خونه بزرگترم گیریم که همچین آلاخون
بالاخون نشن. تقصیر خودتونه دیگه بابایی. یه چیزایی میگین هر کی به خودش اجازه میده با شما. حالا داروهاتونو خوردین؟ یعنی تو هم حرف منو باور نمی کنی؟ اونا به من گفتن، گفتن که اگر خونه را بفروشی پیدات می کنی هر کجا که باشی، انتقام می گیره هم از خودت هم از بچه هات. پدر جان، پدر جان، پدر جان منو نخور. دیگه یه لحظه هم نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. ببین نسترم، بابا یه سری داروی آرام بخش مصرف میکنه، گاهی حواسش پرته، چند تا قرص هم اضافه میخوره. صدای چی بود؟ کی اون بالاست؟ نادر؟ تو بالایی؟ نادر گربز شاید. خب بیا بریم بالا ببینیم چیه. اصلا حرفش هم نزن، میترسم اون بالا بیام. خب خودم میرم. کجا؟ من فعلاً تنها باشم میترسم. نادر، نادر چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ کجا بودی؟ تو بالا بودی؟ من تو حیات بودم. این سگه نمیدونم چه شده، هی داره زوزه میکشه، خیلی ترسناک شده. وای شما چرا ترسیدید؟ آخه صدای بالا میومد، ما فکر کردیم تو بالایی. من که تو حیات بودم. مگه تو نبودی اون بالش قدم میزدی جلو پنجره در میشدی؟ من میگم تو این خونه یه خبری هست دیگه، یه لحظه هم نمیتونم تو این خونه بمونم، باید فردا بری دنبال خونه بگردی، فهمیدی؟ باشه، من حرفی ندارم، فقط تو میتونی اینجوری پدرتو ول کنی بره. من میگم فقط هر کاری که میتونید بکنید، پدر اینجا راضی بشه، بفروشیم بریم. اگه بفهمن چی؟ ازمون انتقام میگیرن. باید یواشکی احساس کشی کنیم، نباید کسی بفهمه. ببین تو حرفای پدرتون باور کردی؟ معلومه که باور میکنم. دقت کردین هر وقت صحبت فروش خونه میشه این سر و صدا شروع میشه دیگه. چرا مزخرف میگی؟ این همش خرافاته. بذار من اینجا رو بفروشم، جواب این جکیونه برام خودم میدم. وای نادر، ناراحتشم کردی؟ ببین همه خونه برق دارن. نه هیچ چیزی، چیزی این فیوز پریده. من الان همش تقصیر توه. زود باش، من ترسم. کجا؟ من برم فیوز رو وز کنم. خب زود بیا، یا من از سرکیف ترسم. بابای دیگه لکه تنها مونده تو تاریکی. بیا آقا ملکی چرا انقدر فیوزو زود دادی؟ ها؟ مگه قرار نشد بعد از رفتن من پنج دقیقه بعد بزنی فیوزو؟ ها؟ آخه عزیز من هزار تا ملک اینجا فروختم، براش اینقدر مکافات نکشیدم که برای شما کشیدم. کدوان اینقدر حق دلالی نگرفتی؟ گرفته بودی؟ کو؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده که. سه هفته از طرف خوابوندم تو آب نمک، تمام ملکای دور و اطراف رو خریده. خب باش، ببین فقط این ملک شما زین زیگیل افتاده وسط. دو سه روز دندون رو جیگر بذار، دختره ترسیدن دیگه، تموم مدیکایی نداریم. از خود بهگزاری اونم فکرشو کردم. قراره امروزی که دوستامون بیاد اینجا که کار جمل جادوه، خب بیاد اینجا احضار رو کنه، بهش میگم بفروشه اینجا. تموم شد. ای والا تو دیگه کی هستی؟ راستی داشت یادم میرم. بیا اینم مدارک زمین شهریشه. خب خوبه دیگه، کاری نداری؟ نداری. چیز داری میری این فیوزو دوباره بزن، فهمیدی؟ باشه خدا فرست. یعنی تو این مدتی که شستشی خونه شما بود کسی پیشش نمیامد، نمیرفت؟ نه خیلی تنها بود، میگفت خانواده شیرازن، کسی رو تهران نداشت. منظورم دوستی، رفیقی؟ نه هیچ که نداشت. یعنی حتی با کسی تلفنی هم صحبت نمیکرد؟ نه فقط این اواخر از من راجب جادوگر سوال پرسید. من که از فوتبال شما سر در نمیارم. جادوگر چیه؟ یعنی الان رفته پیش جادوگره؟ بعید نیست، هر تیمی که نتیجه نمیگیره میره پیش جادوگر. البته میدونین جادوگر با هم فرق میکنن. ببین عزیز من به پدر شما هم گفتم اگر خبری ازش داشتی به ما خبر بده. چشم، اگه خبرش رو حتما بهتون میگم. بفرمایید. سلام قربان. لیز مکالمات مسعود شصت چیه؟ تماس آنچنانی نداشته، فقط یه شماره است که از اون شماره چند بار باهاش تماس گرفتم. این شماره چقدر عجیبه. فکر می‌کنم کجاست؟ اطراف تهران باشه قربان. یعنی چی فکر می‌کنم؟ خب از مخابرات استعلام کن آدرسشو.
آماده ای؟ جان بله جان باش ببینم بله معذرت میخوام با این دوستانی که قراره که نقش ارواح رو بازی کنن خب. میشه از نزدیک آشنا بشم بچه ها دارن گیری میشن آماده شدم یه دقیقه ببینیشم و معذرت میخوام به این گیری مورتون میشه بفرمایین که یه موی بلند برای من بذارم مو؟ بله از چی؟ پشتشو دم اسبی کنم این جادوگرا میشم تو چرا اینقدر پرت و پلا میگی آقا جون دو تا خواهر تو رو با این قیافه دیدن ببین گوش کن تو اصلا هیچ کاری قرار نیست بکنی بلد. همه کارا رو حالا انجام میده فقط اون جمله‌ای که من تاش برات نوشتم بلد. اون جمله رو میگی چی میگی عرض میکنم که ار ای ارواح کبیسه شما نه خبیسه آبل میگم که ای ارواح خبیسه از آشناییتون خیلی خوشحال شدم شما دیگه چاره ای ندارین بی زحمت باید این خونه رو ترک بفرمین اگر ممکنه جسارتاً دیگه صبر کن ببین نمیخواد انقدر مؤدب با ارواح خبیثه صحبت کنی بله. عادی بگو تموم شه بره بله. ببین اصلا تو هیچ کاری نکن بله. فقط بذار حالا همه کارا رو انجام بله بله خیلی خوب بله بله دیگه چی چون نادر و زنش اومدن دنبالتون تو حال منتظرن چرا نمیان شما بفرمایید سلام علیکم بفرمایید خوب هستین ارواح عالی منتظر بله جناب دکتر شما الان حاضرین دیگه ها بله بله حاضر هستم فقط میخواستم اگه ممکنه یک نظر این بچهای ارواح رو ببینم دکتر خیلی دیر شده حالا خانم دیر شده بفرمایید بله بفرمایید ببخشید من یه چیزایی باید راجع به پدر به شما بگم یه سری احوالای خاص دارن چی خانم محترم شما لطفا آقای دکتر به طرف ماشین چه توضیحات لازم رو بهشون بدید من اینجا من میام الان بله بله بفرمایید بفرمایید بله بفرمایید بله با اجازهتون بفرمایید من این ارواح بچه‌ها رو خیلی دیگه گیر شده بفرمایید گیر شد چیز ببین من در پشت باز میذارم شما بچه‌ها میتونن از اون پشت بیان وارد حیاط خلوت بشن اونجا که اومدن یه بخش بلا میشنن دیگه نیم ساعت بعد از ما برسن خوبه فقط وقتی رسیدن توی خونه یه اس ام اس به ما بدن اوکی پس ما داشیم بریم دیگه چطور اونی کم آوردیم دیگه نداریم ایشونن این تازه یکیشونه دو سه تا دیگه داریم بهتر از این همه روحای حرفه‌ایه من فقط یه چیزی می‌خواستم می زیاد جوگیر نشیم پیرمرد بدبخت سکته می‌کنه میفته شما نگران نباش اولین بارمون نیست پس من میرم منتظر شما هستم یه سوال ازت می‌پرسم راستشو بگو بفرمایید تا حالا تو زندگیت نگفتی؟ نه اگه از روز اول نمیگفتی دیگه اینجا نبودی دیگه معذرت میخوام اگه بنده اینجا نبودم الان شما این تو حوصله‌ات سر میرفت خب آدرس رو پیدا کردیم قربان خارج از شهر بریم اونجا الان قربان این وقت شب یه لحظه رو نباید دست بدین اون مثل شبه میمونه بجوم بفرمایید راحت بشی منزل خودت خیلی خوشم بفرمایید معذرت میخوام من یه لحظه سر کوچیک بخرم الان میام خیلی خوشم ببخشید آقای دکتر رنگتون پریده تو این گریبریت نترسیدی من نه اصلا موضوع ترسی است بنده یک مقدار از سگ میترسم فقط سگ بسته است خیالتون راحت بشه بفرمایید یه بار دیگه بیشتر نمیگم میدونیم باید چیکار کنیم وظیفه بله بله یه روح کاملا حرفه‌ای و جدی وقتش جمع کنیم بریم یه چند لحظه صبر کنید تا جمشید هم برگرده می کجا رفت جمشید رفته سر پوشه سیگار بخره برمیگرده با این دک و پوز رفته سیگار بخره خب مردم سکته میکنن اینجوری ببیننش که عجب کاری میکنین شما باشین بریم دیگه باشین بریم عجب تکون نخور بشین دست رو سر دست رو سر بشین دست رو سر رومیز سر تو بزن رومیز بزن رومیز من الان تو موقعیتی نیروها رو بفرستی مگه یه جا رو بگرد سر پایین سر پایین شروع میکنین آقای دکتر جناب بکزاده خستن جان خستن آقای بکزاده
زودتر شروع کنید این مسخره بازی ها را. آقا جون خودتون موافقت کردین با احضار اروا. اونا از همه رهاترن دختر، احتیاج به احضار ندارن که. آهای آهای بدگو پک تکن نده اون شامدونی را بیفته. معذرت میخوام، اونجا جناب مدقوب پکن فرمودید؟ از توهمات پدره. بله. چی گفتی؟ وهم توی دختر، توهم توی، درسته؟ بله بله. مدقوب پک پسر خوبیه، فقط یک کم شیطانه. معذرت میخوام، ایشون مثل اینکه خودشون با آقای نرواه رفت و آمد دارن، میخواید ما رفع زحمت کنیم؟ آقای دکتر، ما اول میخواییم حضورشون رو به هم اثبات کنیم و بعد ببینیم پیغامشون چیه. معذرت میخوام، بنده رو میفرمایید؟ بله دیگه. ببخشید، روش کارتون چجوریه؟ ببین عزیزم، اول همه تمرکز میکنیم، بعد روح دعوت به حضور میکنیم، بعد روح با نشون دادن نشانه های وجودش رو به ما اثبات میکنه، بعد سوال جواب شروع میشه، ما سوال میکنیم و روح از طریق تکون دادن نربک روی این صفحه به ما جواب میده. من که این حرفو اصلا تو کتم نمیره. بله بنده هم همینطور. شوخی میکنن آقای دکتر؟ یعنی نلبکی واسه خودش رو میز راه میفته. ببین عزیزم، آقای دکتر دستشون رو بدون هیچ فشاری روی نلبکی میذارن و بعد روح از طریق ایشون با ما ارتباط برقرار میکنه. معذرت میخوام بنده، اگه دستم رو بذارم روی نلبکی که جناب روح نمیتونن تکونش بدن. دو تا انگشتتون فقط رو نلبکی میذارین آقای دکتر؟ بنده چون در نوجوانی کارهای سخت انجام میدادم، بعد انگشتام خیلی قوی هست، یعنی بنده انگشتام اگر بذارم روی نلبکی آقای ارواح که هیچی، پنج نفری هم جمشی نمیتونین حرکتش. آقای دکتر شما بفرمایید، من خجالتتون در میان. آقا پرویزم از خجالتتون در میان. آها از اون لحاظ میفرمایید. بله بفرمایید. لطف کنید چشما رو ببندین همه. بله در تمرکز کامل کسی چشما رو باز نکنه، در سکوت آرام شد. مادر جان، معذرت میخوام، من پیشنهادم این است که نصف شبی آقایون ارواح رو زابرا نکنیم. اینجا میز که هست، سینی هم که هست، یه مش نخود لوبیا اگه لطف کنید، یک دبرنای اساسی دور هم میزنیم. بله اینا چرا این شکلیه؟ عرض کردم خدمتتون، داشتیم میرفتیم سر فیلم برداری. کیو میخواستیم فیلم کنیم؟ هیچ کیو، یه فیلم ترسناک بود واسه من. چه میدونم تو اون خونه چه اتفاقی میفته، رمالی و فالگیری و جادوگری. من دنبال مسعود شصتچی ام، مفهوم شد؟ مسعود شصتچی من اولین بارم. چندی بار از خونه شما با موبایلش تماس گرفتم، مفهوم شد؟ جدی میفرمایید؟ خب من از کجا بدونم روزی هزار نفر آدم میان تو اون خونه میرن؟ من چه میدونم آخه. ببین آقا پرویز، جرم شصتچی سنگینه، خودتو بهش نبند، تو دردسر میافتی. ها سلام جان سرگل، یک زن و یک پسر الان رفتن تو خونه، چی دستور میفرمایید؟ از شصتچی چه خبر؟ نمیدونم قربان، همشون بازداشتگاه. بفرمایید 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 بازداشتگاه بفرمایید. تشریف آورده؟ بله الان تشریف میارن. بفرمایید. کسی اونجاست؟ تشریف آوردن. نکن بچه الان یه چیزی رو میزنی میشکنه. تو توپ بسکتبال داری؟ توپ بسکتبال هم کجا دید؟ فکر کنم یکی داره با من شوخی میکنه. آقای دکتر بفرمایید صحبت کنیم. بله بنده صحبت خاصی ندارم، خیلی خوش آمدن دیگه به هر حال. بله. مثل اینکه آقا نادر باورشون نمیشه، بفرمایید یک چشمه دیگه از حضورشون به ما نشون بدن. بله چشم ما در اینجا تکون خور. تکون نخور. تکون. بله 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 به هر حال دیگه. بله ببین خانم، اون مرد خطرناکیه، کلی شاکی خصوصی و عمومی داره، اگه مخفیش کردید بگید کجاست، پاتون گیر میفته. به اسم که نمیشناسمش، عکسی ازش نداری؟ یه عکسشه، ممکن تغییر قیافه هم داده باشه. خوب نگاه کنیم.
شاید تو مشتریام دیده باشمش. قیافش برام آشناست. روزی هزار تا از این آدمای جور و جور تو خونه می اومدن و میرفتن. ما مثل این قصه همکاری نداریم. سرگروه بام. بله بابا. خانم منتقدشم بازداشتگاه. بله. این دو نفر چه قربان؟ ایشون بازداشتگاه، ایشون رو معرفی کنید نظام وظیفه. بفرمایید. صبر کنید من یه چیزی میخوام بگم. ایشون چیزی نمیگه. بذار بده حرفشو بزنه. من این مردو میشناسم، الانم میدونم کجاست. میدونی کجاست؟ بله. مثل اینکه دیگه تشریف آوردن کاملا. هر کسی هر سوالی داره بفرمه. بپرسین اسمش چیه؟ ایشون یعنی؟ بله چشم. بخشیم. معذرت میخوام جسارت. ببخشین اسم شریفتون؟ افشاتره؟ افشاتره، سلام آقای افشاتره، معرفی میکنم بچه ها. آقای افشاتره، افشاتره، بچه ها. بپرسی خونه ای ما چی کار میکنه؟ یعنی چی میخواد به ما بگه؟ معذرت میخوام خانم، بنده فقط مدیوم هستم. ایشون خودشون فارسی بلدن، خودتون بپرسید. ببخشید بپرسید که اگه تو خونه ما چیکار میکنه؟ خونه شما هونه؟ بله ببخشید. بله چشم. خیلی جسارت هست. بله اینجا منزل شماست، ما باید زحمت شدیم. فقط سوالشون این است که تو خونه اینها چیکار میکنین شما؟ خونمه؟ فرمودن خونشونه. خونشونه؟ بله خونشونه، خونه اول و آخرشون اینجا. پس بپرسیم ببینیم من کی بچه دارم. من معذرت میخوام خانمشون ارواح هستن، متخصص نازایی که نیستن. حالا من به هر حال میپرسم چشم. من اینجا الان یک مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. لاغل از بچه های من انتقام نگیر. مسخره بودی شده ها. من فکر میکنم ارتباط قطع شده. آقای دکتر یه لحظه من تشریف بیاریم بیرون. من بیرون. ببخشید من. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ من بنده دارم ارواح احضار میکنم. چرا سواله بی ربط میذاری بپرسم؟ برو سر اصل مطلب. بله من یه نکته عرض کنم. نلبکی رو بنده حرکت نمیدم، خودش در جهتهای مختلف حرکت. چی میگی؟ رفتیم اون تو، برو سر اصل مطلب. بگو باید خونه رو تخلیه کنن، بگو ارواح خبیث اینجا هست، جمعش کن. بچه ها مدلن؟ بچه ها ما... یعنی بچه ها رسیدن؟ کی بود تو پا از اون بالا انداخت پای من بودم؟ خب بچه ها بودن. بیا. بله بفرمین شما بفرمین. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ قربان شما، خسته شدین. بقیه بچه هم هستن؟ بله بله بفرمین بفرمین بفرمین. جناب شاتره، ببخشین افشاتره، دوستان میخوان بدونن کلن باید چیکار کنن. بالاخره جناب افشاتره تشریف نداری؟ این که افشاتره نیست، این بدخود پاکه. معذرت میخوام. بله ببخشین جناب مدقو پک، چی کار کنن دوستان بالاخره؟ چی میفرمه؟ خونمونو خراب بله نکنی. آقای مدقو پک، من فکر کنم منظورتون اینه که خانواده بگزاده بفروشن این خونه رو برن، خطرناکه نه؟ میگه تو دهنتو ببند. چون فرمودن؟ آقای دکتر مثل اینکه شما تمرکز ندارین، اجازه بدید من خودم انجام بدم این کارو. بس دیگه، اینا مسخره بود، اینا مش دروغه. اینا میگه مسخره خودت. چی؟ بس دیگه، واسه چی کار کردی؟ ببین سه دو